به نام خالق یکتا و مهربان، بینده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار تک تک شما عزیزان بیننده باد. برای هر کدام شما از دربار خدای یگانه و مهربان آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت در زندگی می کنم. امیدوار هستم که دور از تمام امراض باشین، خاصتا ویروس هایی که یکی پشت دیگه در سطح جهان با وجود میاد و باعث تشویش همگانی میشن. برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور نیز دعا میکنیم که خدای بی‌نیاز اونا را هرچه زودتر از شر قاتلین و خائنین نجات بده. خوشحال هستیم که بازم موقع پخش برنامه سخن روز فرا رسیده و ما با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما سروران گرامی هستیم. بینده گرامی، در برنامه امروز یا امشب یا نیمه روز ما مطالب جالب و متنوعی را برای شما انتخاب کردیم که امیدوار هستم مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار بگیره. البته قرار بود که در برنامه امروز ما جایی داشته باشیم، گزارشاتی داشته باشیم و صحیبه هایی داشته باشیم، اما نظر به این که رخصتی های آخر سال است و بیشتر هموطنان ما در هر گوشی که هستن مصروف تجلیل از رخصتی ها و نشستن دور خانه و اعضای خانواده و اینا هستن، پس ما هم کوشش کردیم که امروز فقط مختصر صحبت های داشته باشیم و برای شما آرزوی رخصتی های بسیار خوبی کنیم. اما در آنتریو متوجه باشین که امروز دفتن تعداد مبتلایان قریب به 10,000 نفر رسید که خودش یک زنگ خطر هست برای کسایی که مخصوصا در این روزا که رخصتی هاست و بعد از 2 سال فامیل ها میخواین دور هم بشینن و مجالس داشته باشند، خودی زنگ خطر است. ولی باز هم گفته نشده که باید از تجمعات خودداری شود، کچه که محدودیت های وضع شد، ولی باز هم خوب است که متوجه صحتتان باشین، متوجه دید و بازدیدهایتان باشین، همین که فاصله های اجتماعی را مراحت کنین، همین که دست دادن قطع کنین، روبوسی و بغلکشی نداشته باشین، خود از یک وقایه است در مقابل ویروس که امیدوارستان این در نظر داشته باشین. و امروز جمعه است 24 دسامبر سال 2021 میلادی و ساعت 2:32 بعد از ظهر به وقت تورنتو. ما تشکر میکنم بیده گرامی تی که وطنان گرامی ما وقت میذارن و تماس میگیرن، ولی در چینل یوتیوب که دو هموطن ما برداشت نادرست میکنن از صحبت ها، همین برداشت های نادرست است که ما را به قهقرا کشانده و هر روز وزه که به طرف بالا بریم پایین رفته میریم، پایین رفته میریم و از این پایین رفتن ها هم هیچ درس نمیگیریم. ما با مراتب گفتیم، تکرار میکنم بیندای گرامی، که خوشحال هستم که هیچ متعصب در افغانستان و در بیرون افغانستان مرا قبول نداره. همین کسایی که در مورد بحث میکنن خب سابق میفتن، هر که غیبت تکت خدا رو شکر کو که از بار گناه هایت کاسته میشه، پس به ایمان هر بود کسایی که غیبت مرا میکنن از بار گناه های من کاسته میشه. ولی به هر حال کسایی که غیبت میکنن حداقل همین مسئله رو درک کنن که معنی کلی همه چی است که من میگم که هیچ متعصب مرا خوش نداره و در هر کجا هم مرا میتون اچ میکنن، اگر دستشان برسه توهین و تحقیر و اینا میکنن و ضربه میزنن. خدمت بیندای گرامی خود به عرض برسانم که از اسد 1357 یک عمر میشه تا فعلا به یاری پروردگارم و به کمک هموطنان با مسئولیت ما میخواستم باید بی طرف، ولی خب
بعضن تو میشه که وقتی بی‌طرف میگیم بی‌طرف نمیتونه کسی باشه، ولی بودن که ما در این جریان حداقل 30 سالی که در کانادا و 10 سال در داخل افغانستان، کسایی که دنبال مسائل قومی و مسائل حزبی نبودن و خواستن که به خاطر یک راه مقدس که عمان و هدف اصلی ما هست در زندگی که تطبیق عدالت اجتماعی در کشور، در پلو کنار ما بودن و تا فعلا هم هستن و بزرگترین سرمایه است برای ما. وقتی میگیم ما به خاطر تطبیق عدالت اجتماعی کار میکنیم و تا روزی که نبینیم که در کشور ما همگی زندگی برابر و با یکسان دارن و هیچ کس نسبت به کسی دیگه برتری نداره، اون وقت آرزوهای ما برآورده میشه. در این تطبیق عدالت اجتماعی تمام ساکنان کشور ما را در بر میگیره. ما هیچ وقت علاقمند طرح مسائل قومی نیستیم و بسیار کم در صحبت های خود یا در برنامه تلویزیون مثلا به نام قوم یاد نکنیم که پشتون تاجیکوس به خزاره. مرزی که وقتی که ما به افغانستان میاندیشیم به شما یک قوم است. اون کسایی که در این سرزمین زندگی کردن، صدها ها زندگی کردن که در قرن 20 ده مثلا در 20 سال اخیر ما به سر و کله دیگه خود زده میریم که تو کیستی، ما کیستم، تو صاحب خانه هستی و من با کرانشین هستم و تو علالیسی و معرابی هستی، مسئله جداست. اما از دید تاریخ یعنی در این سرزمین کسایی که در طول صدها ها زندگی کردن تمام از اینا مالکین این سرزمین هستن و هیچ فرقی با هم ندارن. به همین خاطر ما هیچ وقت مسائل قومی را نخوش دارم که طرح کنم، نمیخوام که شامل این بحث ها شام. اینکه هموطنان ما بحث های مرا از دید خود اسلام بررسی میگیرن، یکی از لحاظ قومی میاندشن، یکی برام تاجک، یکی برام پشتون، مسئله خود شماست. و ما فکر میکنم تا وقتی که ما اینمی مثلا از فکر خود بیرون نکنیم و بیشتر ملی اندیش نباشیم، مصیبت و بدبختی در کشور ما جریان داره. تمام زندگی ما اینمی است که ما با منافع ملی خود و با حفظ حاکمیت ملی خود و با تمامیت ارضی خود بیاندیشیم. اگر ما بتانیم که ایمی دو اصل پس دوباره احیا کنیم و خصوص حاکمیت ملی را، ما موفق هستیم. اگر نه ای که هر روز هر کنون به نام قوم خود بیندشیم و از قوم خود بگوییم و قوم گرا باشیم، باور کنیم بیندگرامی که نه به جایی میرسیم و نه کار از دست ما ساخت است و روز تا روز خرد شده میریم. پس امیدوارستم با همین مختصر بیندگرامی دوستایی که در مورد ما صحبت میکنن اینا حداقل به این نظر برسن که ما اگر صدای میکشیم صدای ملت است، صدای قومی نیست. ما اگر فعالیت داریم به خاطر نجات مردم ماست، یک قوم نگفتیم. در این مسیر هر قد سنگ اندازی کنین ما بیشتر قوت میگیریم. اما وقتی که اگر ما تغییر بدیم هر کدام در این مسیر روان شیم، قوت ما دو برابر میشه و از قوت دشمن کاسته میشه. دشمن متوجه میشه که بالاخره این ملت بیدار شد و درک کردن که این قومگرایی و قوم نگریستن و در یک قوم بودن درد را دوا نمیکنه و آل اینا به قوم بزرگی میاندیشن که امان و ملت بزرگی ماست. تا به اینجا نرسیم مشکل است. و هدف کلی ما مهمیست که ما همیش گفتیم به نام قوم در افغانستان کسی رو من احترام نمی کنم. دلتان چه برداشت میکنین دلتان، ولی به نام یک قوم ما خاک پای همگی هستم. خب این ملیت هایی که اصلا منکر از این نیستیم که وطنان ما با زبان های مختلف و با مناطق مختلف زندگی میکنن، اون مسئله جداست. اما وقتی که در بود سیاسی با بیم و تفرقه هایی که در 40 سال پس این انداخته شده، بهتر که ما به نام یک قوم یاد کنیم. که چقدر دوستا با ما موافق هستن چقدر نیستن مسئله شماست، ولی زندگی ما همین به این شکل تیر شده و از این تیر میشه که تا ما یک قوم نشیم، تا ما یک صدا نشیم، تا ما با هم
هم دست و یکی نشیم، هم دیگر پذیر نشیم، وطن جور نمیشه. ولی درد وطن هم هر کدام ما شما داریم، هر کدام از درد وطن مینالیم، اما جدا جدا. یکی از قوم خود میناله، یکی از قوم خود، و نیست که همگی مشترکن دور هم جمعشان به یک غم بزرگ بیندشن که مانا وطن و مردم هست. باید چند گزارش توجه شما را جلب میکنم. امروز آمد کرزی رئیس جمهور پیشین یک بار دیگه از جامعه جهانی تقاضا نموده که با طالبا همکاری کنن. کرزی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از جامعه بین المللی خواست تا به منظور نجات هزاران افغان از مرگ و گرسنگی با طالبان، گروهی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد، همکاری کنند. پیش از این کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اعلام کرده بود که 23 میلیون نفر از 40 میلیون نفوس این کشور با خطر گرسنگی مواجه شدند. اما آیا واقعا ما 40 میلیون نفوس داریم؟ ما خوب باورم نمی‌آید. یعنی من حتی فکر نکنم که ما 30 میلیون نفوس داشته باشیم. کابل شهر 7 میلیونی میفتن، این تورنتوی بزرگ اکثر آخرش ما شما پیدا نمیکنیم، آنتریور 5 میلیون است. کابلی که بسیار کوچک بود 7 میلیون هیچ وقت گنجایش نداشت، ولی به هر حال همیشه در آمار نفوس زیاده روی صورت گرفته در کشور ما. آلی هم 40 میلیون من فکر نکنم که نفوس ما باشه. کرزی در این مصاحبه گفته که واقعیت این است که طالبان در حال حاضر قدرت در افغانستان را به دست دارند و جامعه بین المللی باید کمک برای افغانها را در اولویت قرار دهند و عدم اعتماد به مقامات جدید افغانستان را کنار بگذارند. مثلا این خائن در لباس یا در نقش سخنگوی طالب ظاهر شده و از آدرس طالب گفت میزنه. کرزی در پاسخ به این سوال که چرا جامعه جهانی از طالبان که مسئول بسیاری از موارد مستند ظلم و ستم و قتل و کشتار و جنایت هستند حمایت کنند، اشاره کرد که همه جوانب درگیر در افغانستان جنایت کردند و این بخش از زندگی ما است. این چگونه چشم پوشی میکنه ای خائن، چگونه جنایات بسیار عظیم و غیر انسانی و غیر اسلامی ترستان وحشی را انکار میکنه و میگه همگی در اینجا جنایت کردن. یعنی خودم این جنایت کار میگه، یک قدر این احمق است که میگه که اما جوانه بداری. خب تا دقل 10 سال خود تو جوان یک بخش از مسائل درگیری بودی، پس تو هم یک جنایت کار هستی. پس وقتی که تو جنایت کار هستی شامل جنایت میشی، چگونه می پس از آدرس مردم افغانستان صحبت میکنی؟ تو باید اول خودت پیش وجدانت خودت محکمه کنی به خاطر جنایاتی که در زمان تو انجام شد، چقدر جنایت کردی. بعد از آدرس مردم افغانستان صحبت کن. خب خود مشخص است وقتی که میگه همه جوانب درگیر در افغانستان جنایت کردن، یعنی تعران کسی که بوده. خب ما نمیگم که همگی پاک بودن، اما یک اعتراف بسیار خوب است که جنایت که صورت گرفته و چشم پوشی از جنایات طالب هاست. یعنی درست است که امریکا در اینجا کارهای غیر انسانی کرده، ناتو کرده، جامعه جهانی بودن انجام دادن، اما به تناسب جنایات که طالب انجام داده و القاعده انجام داده و اینا انجام داده هیچ وقت جنایت صورت نگرفته. ولی کل زیر کرزی در یک پلی ترازو قرار میده که همگی یکسان هستند و نباید یک طرف محکوم کنی یک طرف دیگه را برات بدیم. کرزی افزوده که اما افغان ها قربانی شدن، خارجی ها افغانستان را به نام طالبان بمبارد کردن، روستاهای ما ویران شد، اطفال کشته شد، خانواده ها پاشیدن و اما طرف های ما آسیب دیدن و در نهایت افغان ها آسیب دیدن. یعنی طالب جنایت نکرده باشد. یعنی ترچی صورت گرفته ظلم و بدبختی و مصیبت جانب مقابل بود، طالب در حالت دفاعی قرار گرفته. به اساس گپای کرزی و یک گروه مظلومی بودند که به خاطر مظلومیت مبارزه کردند تا به پیروزی رسیدند.
که از این چند اظهار داشت که در نظر داشت این واقعیت که او در روند گفتگو با طالبان دخیل بوده است، اما قصد ندارد در آینده در مدیریت کشور شرکت کند. کرزی گفت من میخوام به عنوان یک شهروند در اینجا زندگی کنم و باید یک شهروند عادی این کشور هرآنچه در توان دارم برای آبادی وطنم، برای آرامی فرزندان این کشور انجام دهم تا بتوانم در یک فضای صلح‌آمیز و بدون جنگ و درگیری زندگی کنیم. کرزی افزود به عنوان فرزندان این خاک اما و هم طالبان باید این موضوع را درک کنیم که با یک دیگر زندگی کرده و برای حفاظت از کشورمان همکاری کنیم. این مشکل نیست. این اقدام آسان خواهد بود اگر خود را از کنترل دیگران آزاد بسازیم. چون این از کنترل دیگران خود شما در وقتی که بودین آزاد نیست. شما تحت کنترل دیگران تامین لحظه کار میکنین. آقای ملک ستیز نشته کردن که چرا در محور توجه جهان قرار داریم. این پرسش پنج پاسخ دارد. اول، چون فقیرترین هستیم. در جهان دو نوع دولت ها در محور توجه قرار دارند. آنان که غریبترین ها هستند و آنان که فقیرترین ها هستند. غنیترین ها فقیرترین ها را به حد محتاج می سازند که فقیرترین ها فرزندان خود را می کشند، تاراج می کنند و حتی به فروش می رسند. امی آلا به چشم سر در کشور مشاهده می کنیم. دوم، چون سیاست نمی سازیم. ما چون قدرت سیاست سازی نداریم باید به سیاست دیگران کار کنیم. اینجا دولت های غنی سیاست می سازند و ما خود را برای آنها قربانی می کنیم. از این رو جنگجو و قاتل هستیم. جنگ ما را در محور توجه قرار داده است. سوم، چون رهبر نداریم. رهبران کسانی هستند که بتوانند جامعه را از فقر برهانند. این فقر میتواند فقر سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی باشد. و شما وقتی شما فقیر هستین مرگ بر شما مستولی میشود. هر قدر که ما از فقر میمیریم با امون پیمانه محتاج جامعه جهانی میشیم. چهارم، چون اراده نداریم. وقت فقیر بی برنامه و بی رهبر هستیم اراده را نیز از دست میدیم. دولت های بی اراده دستخوش تغییرات آنی میشن. بحران دامنگیریشان میشود و آنان را در گرو دولت های انحصارگر میاندازد. مانند غنی. چون مغز نداریم. نبود چهار مؤلفه بالا ما را بی فکر و بی نظریه میسازد. یک باره ناسیونالیست های پا برهنه میشیم که نه نان در دسترخوان، نه پول در خورجین و نه برنامه برای فردا داریم. این ناسیونالیسم آنقدر کور است که حتی با همین حالت خود را بهترین گزینه نسبت به جهان میپردارد. پس ما فقیرترین دولت جهان نباشیم کی باشد؟ پس ما در محور توجه جهان نباشیم کی باشد؟ ملل متحد میگه که برنامه جدید 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را در افغانستان آغاز کرده است. چگونه؟ در گزارش از CD24 با هم یکی ها تماشا میکنیم. در ادامه تلاش ها برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد اجرای برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی روی دست گرفته است. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، این برنامه فراتر از ماموریت بشر دوستانه فعلی این سازمان است که بر احیای سیستم های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. در گزارش گفته شده است که برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌های برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. وال استریت جورنال از رامز الاکبر اوف، معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری نقل کرده است که گفته است یک انسان به چیز بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد. او همچنان گفته است نمیخوان که به بدیل حکومت در افغانستان مبادر شوند، بلکه به گفته اکبروف مهم است از سیستم ها حمایت شود تا دستاوردهای سالهای گذشته از دست نروند. در این حال
وزیر خارجه جدید جرمنی میگوید که با شرکای بین المللی خود کار میکند تا کمک ها به افغانستان برسد و از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. بانو بربوک دیروز پنجشنبه در برلین گفت پیش بینی می شود که 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان به کمک نیاز دارند. او افزود در مقابل چشمان ما افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی روان است. سکتورهای بزرگ اقتصادی سقوط کرده است. بسیاری از مردم گرسنه هستند. وقتی آگاه می شوی که خانواده ها از ناچاری دختران خود را می فروشند تا غذا بخرند، به سختی می توان آن را تحمل کرد. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست مشکلات اقتصادی و میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته است. بیش از 9.5 میلیارد دلار پول این کشور در امریکا منجمع شده است. در این حال سرمنشی ناتو نگرانی همین قشر در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده است. وی در مصاحبه با خبرگزاری دی پی آر جرمنی که دیروز نشر شد گفته که او و دیگر مقام های ناتو از متحدین این پیمان نظامی خواستند که کمک ها را به مردم افغانستان از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر نهادهای امداد رسان بین المللی فراهم کنند. ملل متحد در اوایل ماه روان میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر نیز نیاز است. اکبرو گفته است که این کمک مالی باعث می شود که مکاتب و شفاخانه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها تنخواه دریافت کنند. با گفته ای با این برنامه همچنان به تجارت های کوچک و دهقان ها کمک می کند. وزارت مالی امریکا روز چهارشنبه 3 اجازه را صادر کرد تا کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان فراهم شود. این اقدام همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی امریکا در زمینه تسهیل کمک های بشری به افغانستان صورت گرفت. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. بینده گرامی بار دیگه تقاضا میکنیم در آنتریو که متوجه گشت و گذار رفت و آمد باشین. حال این ویروس هست، با این ویروس باید ما زندگی کنیم و در ظرف 24 ساعت میبینید که از 5000 تقریبا به 9500 چند نفر میرسه که زنگ خطر هست. ما یقین دارم که فردا این به 15-20000 هم میرسه، چون این تاب پیش از 12 ظهر است و 12 ظهر تا فردا به چه تعداد میرسن هنوز معلوم نیست، ولی خوب است متوجه خود باشیم. در 3 ماه پسین 13 مورد خودکشی در 9 ولایت کشور ما رخ داده است. یافته های سلام وطندار از آمار خودکشی در 3 ماه پسین، یعنی میزان عقرب و قوس، نشان می دهد که در 9 ولایت کشور 13 مورد خودکشی رخ داده است. بر اساس این یافته ها به دلیل افزایش بیکاری، مبهم بودن وضعیت و خشونت های خانوادگی بیشتر زنان خودکشی کردند. دایکندی، سمنگان، فاریاب، کابل، بامیان، هرات، پروان، غزنی و بغلان از ولایت های اند که آمار خودکشی در آنها ثبت شده است. در آخرین مورد در 28 قوس سال جاری یک جوان در غزنی با شلیک گلوله به زندگیش پایان داده است. به همین ترتیب 4 تن در 27 قوس، 7 قوس و 14 قوس و 13 قوس در ولایت های پروان، بغلان، فاریاب و دایکندی به دلیل مشکلات خانوادگی و فقر خود را حلق‌آویز کردند. یافته ها حاکی از آن است که 2 زن و 1 مرد در 13 عقرب امسال در ولایت های کابل، هرات و سمنگان خودکشی کردند. زن جوان 26 ساله در بامیان و پسر جوان 22 ساله در فاریاب در 12 و 11 عقرب به زندگی خود پایان دادند. بر اساس یافته ها جوهر 25 ساله در دایکندی به دلیل خشونت خانوادگی خود را حلق آویز کرده است، در حالی که
جوان در سمنگان به دلیل رسیدگی نشدن به مشکلش از سوی امارت اسلامی خود را آتش زد و جان باخت. در 17 عقرب سال جاری تازه عروس در دایکندی پس از مشاجره لفظی با شوهرش خود را حلق آویز کرد. برای دریافت عوامل خودکشی و اینکه چگونه باید بدانیم فرد خودکشی کرده قصد خودکشی دارد به روانشناس مراجعه شده است. شرف الدین اعظمی یکی از روانشناسان گفته است که رفتارهای چون من انسان ناکام هستم، از من چیز ساخته نیست، کسی به من کمک نمی کند، من بار دوش خانه و خانواده هستم، مشکل من حل نمی شود و بیش از این ادامه دادن نمی توانم. اینها رفتارهایی هستند که از نگاه روانشناسی می توانیم شک کنیم فرد قصد خودکشی دارد. و در این حالت تنهایی در کشور ما نیست بین دایگرامی، این حرفایی را که آقای دکتر گفتن در تمام جهان امروزی رایج است. من جمله را دوباره تکرار می خوانم. شرف الدین عظیمی گفته رفتارهای چون من انسان ناکام هستم، از من چیز ساختن نمی شود، کسی به من کمک نمی کند، من بار دوش خانه و خانواده هستم، مشکل من حل نمی شود و بیش از این ادامه دادن نمی توانم. اینها رفتارهای اند که از نگاه روانشناسی می توانیم شک کنیم فرد قصد خودکشی دارد. با گفته ای آقای عظیمی، برای فردی که قصد خودکشی دارد باید روش های درمان دراز مدت با روانشناس گرفته شود. او می افزاید اگر مشکلات فقر یا بیکاری است می شود با کمک روانشناس حل شود، اما بعض مسائل خانوادگی است که عامل آن خانواده است. ما به خاطر دست به خودکشی می زنیم که آنها یعنی اعضای خانواده با ما رفتار خوبی نمی کنند. اگر خانواده عضو ناامید دارد خوب است راههایی را دریابد تا او را از خودکشی باز دارد. این مطلب بسیار جالبی بود بینده گرامی، و اتفاقا بعد از اینکه کرونا یعنی به یک بحران جهانی مبدل شد و تقریبا آزادی های فردی و اجتماعی گرفته شد، و خصوص برای نسل جوان یک زنگ خطری بود برای از اینکه جوان ها یک مرتبهی، چون برای ما شما حداقل روزگار گرمی و سردی روزگار دیده بودیم و میتونیم که به تنهایی هم عادت بتیم خدا به تنهایی هم زیست کنیم، اما برای نسل جوان مشکل است و همین خاطر تعداد بیشتر از جوانان به استرس و دپریشن مبتلا میشن و همیشه حرف از ناامیدی و تنهایی و عاطلی و بیکارگی میزنن. اما وقتی شما با اعضای خانوادهتان، با فرزندانتان، حتی با دوستانتان یک جامعه بشین، وقتی از آنها چنین کلمات میشنوین باید درک کنید که اونا مشکل دارن، مشکلشان نادیده نگیرین، وقت بگذارین برشان، اگر اعضای خانواده ایتان یا دوستان ایتان، تا اونا را از این فکرها بیرون بسازین، پس دوباره با امیدوار به زندگی بسازین. میمانی که یعنی هیچ کس در زندگی عاطل و باطل نیست، هر کس توان انجام یک کاری را داره و هیچ کس تنها نیست، هر کس از یک کسی را داره که به اون میاندیشه و برای تشویش میکنه. باید با کمک و یاری یک دیگه خود ما شما بشتابیم در این شرایط کرونا که سخت شده میره، سختتر شده میره و هر قدر که آزادی ها سلب میشه، مثلا این نسل جوانی که امروز در یک مبارزه قرار دارن که ما پیش واکسین نمیزنیم و این دولت ها میگن واکسین بزنین و جوان ها بگن که خب واکسین درست نیست، ما تحت کنترل چند کمپنی دواسازی هستیم و اونا میگن نی ویروس وجود داره چیز، خب زد و بند های هست و این کسایی که واکسین نزدن آیسته آیسته اینا در زندان های خانوادگی اصیل میمانن، اینا به اصطلاح زندانی خانه میشن، نه جای رفته میتونن، نه ورزش، نه رستوران، نه بیرون، نه سالون سینما، هیچ جای رفته نمیتونن. پس اینا مشخص است که ناامید میشن که ما خیلی دیگه هیچ کار از اسم ساخته نیست. اینجاست که وظایف ما و شما این مسئولیت های ما بیشتر میشه و باید بیشتر کار کنیم.
خب این بخش برنامه توجه شما را بینندگان گرامی به گزارش افغانستان در یک نگاه از استودیو 24 جلب میکنم. دوباره برمیگردیم باشین. یک دو گزارش از کانادا هم داریم. روزنامه 8 صبح از بدخشان گزارش داده است که وحید الله عمری یک تن از خبرنگاران ولایت بدخشان که بیش از 8 سال با رسانه‌های مختلف در این ولایت کار کرده است به دلیل فقر و بیکاری اموال خانه خود را در شهر فیض آباد به فروش گذاشته است. عمری به روزنامه 8 صبح گفته است که مدت‌ها به این سود درآمدی ندارد تا بتواند به آن زندگیش را به پیش ببرد. به گفته او رسانه هایی که با آنها کار میکرد نیز بسته شده است یا هم به دلیل مشکلات اقتصادی که با تغییرات نظام به وجود آمده به همکاری با بسیاری از خبرنگاران پایان داده است. وحید الله عمری افزود که تاکنون از سوی هیچ یک از نهادهای حمایت کننده رسانه ها کمک دریافت نکرده است. عمری تصریح کرد که بالاخره به دلیل ناچاری و ناتوانی مجبور شده است که برخی از اموال خانه‌اش را بفروشد. این در حالی است که پس از برگشت طالبان چندین رسانه در بدخشان بسته شده و شمار زیادی از خبرنگاران نیز بیکار شدند. یک شهروند بریتانیا از چند روز به این طرف در کابل ناپدید شده است. با گزارش رسانه‌های بریتانیایی این شخص گرانت بیلی نام دارد. در این حال وزارت خارجه بریتانیا بر روزنامه گاردین گفته است که یک شهروند آن کشور در افغانستان دستگیر شده و این وزارت با خانواده او در تماس است. گزارش‌ها حاکی است که بیلی 50 ساله پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان با شرکت‌های امنیتی در این کشور کار می‌کرد. او در ماه سپتامبر به کابل بازگشت. در حالی که در گزارش رسانه‌های بریتانیا گفته شده است که این شخص را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان درباره دستگیری و یا ناپدید شدن این شهروند بریتانیایی هنوز چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که افغانستان به کمک‌های اقتصادی نیاز دارد، اما این کمک‌ها باید اول از سوی آمریکا و ناتو که 20 سال در افغانستان حضور داشتند ارائه شود. او که پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد افزود که اکنون باید به مردم افغانستان کمک شود و این کمک ها باید قبل از همه توسط کشورهای انجام شود که آسیب های بزرگ به اقتصاد و جامعه افغانستان وارد کردند. او به گونه تلویحی به امریکا و کشورهای عضو ناتو اشاره کرده و گفت کسانی که در آنجا بودند و 20 سال اقتصاد را نابود کردند ابتدا آنها باید کمک کنند. پوتین افزوده است که آن کشور به سهم خود هر کاری که به آن بستگی دارد را انجام خواهد داد. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که پیش از همه وجوه افغانستان باید توسط بانک‌های خارجی و در درجه اول بانک‌های آمریکایی آزاد شود تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کنند. او گفت که در صورت آزاد نشدن ذخایر ارزی افغانستان این کشور ممکن است که با قحطی و سایر عواقب شدید مواجه شود که تأثیرات بر کشورهای همسایه نیز بر جا خواهد گذاشت. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه تخصیص پول از دارایی‌های مالی مسدود شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داده شده است. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین و ساعت 32 دقیقی بعد از ظهر به وقت تورنتو. سری فکر میکنن که کسانی که در غرب زندگی میکنن نانشان گرم و آبشان سرد است و هیچ مشکل ندارن، اما غافل از این که کانادا هم حداقل تعداد گرسنه‌اش کمتر از دیگر کشورها نیست، شاید از بعضی کشورها که بیشتر هم باشه. طور مثال از شروع پاندمی کرونا تا کنون بیش از 6 میلیون کانادایی برای دریافت غذا به بانک های غذا و مؤسسات خیریه مراجعه کردند. تعداد کانادایی هایی که برای تامین غذای خود و خانواده ایشان با مشکل روبرو هستند در حال افزایش است. وزارت زراعت کانادا اعلام کرده است که دولت 30 میلیون دلار دیگر برای کمک به شهروندانی که در معرض کم غذایی قرار دارند اختصاص داده. دولت قبلا 300 میلیون دلار برای این منظور اختصاص داده بود که با تصمیم اخیر این رقم به 330 میلیون دلار رسیده است. با گفته وزیر زراعت در دوران پاندمی کرونا تعداد مراجعان به بانک های مواد غذایی و بنیادهای خیریه در سراسر کشور افزایش یافته است. لورین نیکل رئیس یکی از مؤسسات بزرگ خیریه به نام سکن آروست گفت که
مطالعات جدید این مؤسسه نشان می‌دهد که از انگام شروع پاندمی کرونا تا کنون بیش از 6 میلیون کانادایی برای دریافت غذا به بانک‌های غذا و مؤسسات خیریه مشابه مراجعه کردند. وی گفت بالغ بر 60 هزار بانک غذا در مکاتب، مؤسسات غیر انتفاعی و مراکز مشابه در امر رساندن غذا به نیازمندان مشارکت می‌کنند. شما برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا داره. خب بینده گرامی، آخر گزارشه که امروز به نشر رسیدیست که در 24 ساعت گذشته 9571 بیمار جدید آلوده به ویروس در اونتاریو به ثبت رسیده، که بزرگترین رقم است که از آغاز پیدایش کرونا تا آله در اونتاریو صورت گرفته، که امیدوار هستم که انوطنان ما شامل ایلس نباشن. البته امشب شب کریسمس است و من یقین دارم که در بسیار جاها امروز امشب گردمایی های صورت میگیره، مردم می نشینن. خوبی که در بیرون کسای قضاوت کنند و انتقاد کنند مسئله جداست، اما یک واقعیت است. ما امروز 4-5 نسل در این مملکت که نسل امروزی این چیزا را اینا تحلیل میکنن و نسل دیروز مجبور است اطاعت کنند، یا ای که باید از هم دیگر ببرن به خاطر مسائلی که باید اینا تحلیل شوه یا نشه. خب در اگر تجلیل میکنین بازم کریسمستون مبارک باشه، ولی کوشش کنین که فاصله اجتماعی رو مراعات کنین، از دست دادن، بغل کشی جلوگیری کنین، یک چند وقت دیگه هم روبوسی نکنین تا اینکه شرایط دوباره به شکل عادی برگرده. رخصتی آخر هفته خوبی برتان آرزو میکنیم. تشکر از توجهتان. کنون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی، نگهداری یک شما.